تصویری توی ذهنت ثبت شده از پیروز که خیلی برات لذت بخشه؟ دقیقا بخشی که واقعا خیلی سختم در موردش حرف زده که بخوام در مورد گذشته و ارتباطم با پیروز بخوام بگم. کاش که پیروز الان توی توران حالش خوب بود و من حتی با همین بغض می اومدم براتون تعریف میکردم، ولی الان خیلی تلخه برام. ولی به هر حال ارتباطمون با هم خیلی ارتباط خاصی بود، هم از من هی به عنوان اینکه مجبور بودم گاهی دارو بهش بدم به عنوان دقیقاً مادرش. خیلی به من میگن که تو پدرشی، در صورتی که پدر واقعا در واقعیت اینه که هیچ نقشی توی بزرگ کردن توله‌هاش نداره، مادره که داره این کارو میکنه. از من هم حساب میبرد، همه اصلا رفتارش با من خیلی خاص بود. من بعد از چند روز که رفتم پیش آذر و توران، اولین چهار روزی که من از پیروز جدا شدم، به خاطر آذر و توران رفتم توران و بعد اومدیم سمنان، بعد که برگشتم واکنشش خیلی واکنش خاصی بود. کلا رفتارش رفتار خیلی عجیبی بود، نگاه کردنش با من، بازیهاش با من، بعد با هم دنبال بازی که می‌کرد، یعنی به خاطر اینکه تحرکش زیاد باشه یکسره می‌رفتم هر روز، حتی روزی دو بار باهاش بازی می‌کردیم، یعنی می‌دویدیم دنبال ما می‌کرد. دیگه براتون بگم اولین باری که برفو دیده بود، اومد برف رو نگاه کرد، دستش رو زد، بعد دستش اینجوری بلند کرد نگاه میکرد، یعنی واقعا فکر کنم اون صحنه اگه اسلومیشنش میبود چقدر قشنگ بود. دستش اینجوری نگاه کرد، بعد دوره اینجوری جیپ پیاد کرد، یه خورده تکون میداد، بعد خیلی بعد شروع کرد به دویدن، قلب زدن توی برفا، بعد دیگه اومد پرید با من کشتی گرفتن با آقای امالویی. خب خیلی آقای امالویی رو دوست داشت، با آقای امالویی بازی کردن، کشتی گرفتن، خیلی هر کدوم هر لحظه. الان من عکسایی که تو موبایلم میبینم، یعنی دیگه واقعا فکر کنم توان دیدنشون فعلا لااقل نداشته باشم. خیلی سخته، خیلی عجیبه. حیاتو باش این چیزا رو بر نمیداره ها، نباید اینجوری بود، ولی واقعا به هر حال این ببخشید بچه‌ش میمیره میشینه گوشه قصهشو میخوره، من حالا قصه هیچی، این همه فشار و این همه نمیدونم نقد و این از آدمایی که دور و برن توی جامعه محیط زیستی که انقدر جامعه محیط زیستی واقعا وضعش خراب شده، واقعا فاجعه شده. حال من که یک حال غریبیه، من نبودم اینطوری هیچ وقت. بار اولم نیست که حیوان مثلا نگهداری کردی مرده تلف شده، چه گروهی بوده، چه تو هند که مثلا بودم یه میمونی بود که خیلی خیلی دوست داشتم مثلا خب مرد، یا هر چیزی که، بار اولم نبوده. حال من یک حالیه که به هر حال سر پا باید بشم، چیز غیر از این نمیتونه، ولی واقعا اذیت شدم. جز آدمایی نیستم که وقتی حالم مثلا تو، یعنی این بار تجربه کردم، من جسمم سالم بود، جیجام درد نمی کرد، ولی نمیتونستم راه برم. اصلا برای خودم عجیب بود، علیرضا پاشو این لوس بازی رو در نیار، یعنی چی بار اولت نیست، ولی نمیتونستم. خیلی خاص بود، خیلی عجیب بود، تجربه بدی بود، و دیگه نمیدونم، دیگه هرگز خودم توی چنین شرایطی قرار نمیدم که اینطوری بیام اون چیزی که در توانم بوده رو بذارم، اون چیزی که در توانم بوده رو بذارم، یک عده افراد خاص انگشت شمار بیان سعی کنن منو له کنن. لطف و محبتی که مردم به من داشتن اصلا برای خودم غیر قابل توصیفه. من اصلا تصور نمی‌کردم مردم اینقدر به من لطف داشته باشن. پیروز خوب شنیدی بهش میگفتن پسر ایران، و یا بعضی هم معتقدن که خب به نماد تبدیل شد، به یک قهرمان، به یک اسطوره برای مردم که مردم زیادی بهش علاقه داشتن. بعضی هم گفتن نه اینطوری نیست، این یک چیز ساختگیه، نمیتونه حقیقت داشته باشه. من پیروز نماد حفاظت از حیات وحش میدونم، من دغدغم حیات وحشه، و اینکه مردم هم حالا در نماد امید میدونستنش و میدونن یا هر چیزی، این بخشش کلن حس خود مردم بارها بارها با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم کرد. من میدیدم که واقعا میخواد زنده بمونه، یعنی اصلا خیلی برام متفاوت، حتی تو شبای تو بیمارستان اصلا برام خیلی عجیب تر شده بود که خدا این داره تمام تلاشو برای زنده موندن میکنه. برای من نماد حفاظت از حیات وحش بود، برای من نماد حفاظت از یوز پلنگ ایرانی بود. میتونی بگی که تو این 10 ماه دقیقاً آره چقدر دستمزد گرفتی؟ به صورت دقیق بهتون میگم، 3 ماه اول 0 تومن، 1000 تومن هم من دستمزد نداشتم تو کل 3 ماه اول. من توی 3 ماهگی، 3 ماه به بعد که تازه گفتن قرارداد ببندیم، قرارداد مثلا گفتم اون 3 ماه که گذشته ما برای گذشته نمیتونیم اصلا چیزی بنویسیم، جز قانونشو بود، گفتیم برای 3 ماه آیندهش که قرارداد 90 میلیونی بستن که از اون 90 میلیون 20 میلیون تومان به من دادن. بعد رسیدیم به 6 ماهگی و دیدن خودشون به این نتیجه رسیدن که هنوز نمیشه پیروز مستقل بفرستیم توران، مجبوریم تا فروردین ببینیم بمونیم، و برای فروردین قرارداد جدید دوباره با پیمان کار بستن. حقوق تعرفه وزارت کار برای یک کارگر، برای اصلا چیزی که وزارت کاره، حالا شما حساب کنید برای وزارت کار تعرفه کار
8 ساعت کاریه. من 24 ساعت 10 ماه به طور کامل اونجا بودم. 24 ساعتی که من اونجا بودم میشه 3 شیفت کاری. من اصلا نمیگم توقع داشتم 3 شیفت کاری به من حقوق بدن. ولی بحث این که همه فکر می‌کردن از اون 100 میلیون ماهی 100 میلیون مال منه، من اون اومدم دفاع کردم که هرگز اینجوری نبوده. انتقادی که به من میشد که نه این داره برای فالوور این کارو میکنه، من اولین برف بازی مثلا پیروز و فیلمشو میذاشتم. باور کنید میلیونی دی بازدید داشت. من نکردم این کارو. این همه سال یعنی من عکس فیلم خوب از پیروز نگرفتم تو این 10 ماه. همینا بود که چارتایی بود که تو اینستاگرامم با کیفیت پایین و بد گذاشتم. من عکاس حیاتی باشم، این همه عکس خوب، آیا یکیشو گذاشتم؟ همه عکسای قشنگیشو همه عکاسا اومدن گذاشتن، قشنگیشو همه عکاسا اومدن گذاشتن. من حتی یک دونه نشر دادم ندادم، برای اینکه من گفتم بذارین این فشاری که الان روی من هستش که نکنم این کارو، نکنم که پیروزو بلش کنم، بذار به پیروز برسم. این همه عکس قشنگ نذاشتم، فیلمای قشنگ که به خود چه ایرادی داشت مردم میدیدن، چه ایرادی داشت مردم اولین برف بازیشو میدیدن، رفتار خاصشو میدیدن، کارهای خاصش دنبال خرگوش کردنشو، گرفتن خرگوششو میدیدن. من یه دونه از اینها رو نش ندادم که اگر قصدم فقط اضافه کردن فالوور بود که میومدم اینها رو میذاشتم نش میدادم. من 3 ماه اخیر یک دونه پست نذاشتم، یک دونه استوری نذاشتم، ولی به هر حال به تعداد فالوورام اضافه شده بود. یعنی چی؟ من باید چی کار میکردم که شما راضی باشید؟ مثلا من یه دونه عکس آخری که گذاشته بودم، همون که تو غروبه، یه توپ خود پیروز دستمه، مثلا همون باید پاک کنی. آقا چی توش نوشتم؟ اینقدر که همه از اطراف فشار می آوردن و اینکه باید پاک کنی. حالا بهتره که نه اینجوری مثلا از یک شخص اسم نبرم که بگم من دقیقاً کی گفت. ببین مستقیم یا میگن دیگه تو حق نداری عکس بذاری، ولی سر اون عکس چرا به من زنگ زدن گفتن بردار؟ چرا باید من اون عکس بردارم؟ از سازمان. آره از سازمان. که چرا مثلا اون عکس چه ایرادی داره؟ آیا کپشنش چیز بدی بود؟ حرف من اینه که من در این حد معمولی یک صفحه معمولی خودم رو داشتم پیش می‌بردم طبق روال. اصلا استرس پیروز منو واقعا نابود کرد. من اصلا نمیتونستم تحمل کنم که اینو شب ولش کنم توی جایگاه، خودم بیام تو اتاق بخوابم، ببرمش هم توی کانکس بذارمش. خب کانکس گرمه، بخاری داره و اصلا شرایط خب پس این حیوان چجوری یواش یواش بدنش عادت کنه، آداپته بشه؟ باید میموند بیرون که پوشش بدن مناسب فصل باشه. تو تابستون کم میکنن، تو زمستون پوشش بدنشون زیاد میکنن. شما دیدید اون اواخر چقدر پرمو شده بود، زجه میزد، تنهایی میترسید، وقتی میترسید غذا نمیخورد. اصلا پیروز یک شتوله متفاوت. خیلی جالبه اینجا باز مثلا شنیدم پس چرا پیش آذر توران نمیخواد؟ آذر توران اول که دوتان کنار همن، اصلا نیاز به این نوع نگهداری نداشتن. مجبور بودم که من شبها پیشش بمونم. 140 روز من شب پیشش